آموزش ستار از صفر، جلسه چهارم از ترم دوم. تو این جلسه میخوایم صفحه 36 کتاب جلال ذوالفنون، یعنی گوشه درآمد از ردیف میرزا عبدالله رو با هم دیگه کار بکنیم. برای اولین باره که تجربه اجرایی یه چیزی رو داری با سازت که ریتم نداره، فکر کنم خیلی میتونه برات جذاب باشه. و برای اولین باره که اینقدر قرار خلاقیتت به چالش کشیده بشه، بریم ببینیم چه خبره. رضام اینجا کانال یوتیوب منه. توی این جلسه میخوایم درآمد ماهور صفحه 36 از کتاب جلال ذوالفنون رو کار بکنیم. درآمد اسمش رو شده، آغاز، شروع، درآمد. شروع یه دستگاهی رو بهش میگن درآمد، اسم یه گوشه است. انگشت سوم تو بذار روی نوت دو از سیم زرد. صفحه 36 رو که باز میکنی، وقتی که نوتش رو میذاری جلوت میبینی که میزان نما نداره، خط میزان هم نداره. این به مفهوم اینه که ریتم پس کنسله. باید چی کار بکنیم؟ الان بهت میگم، خیلی جذابه. انگشت سوم تو گذاشتی رو دو، یه دونه مضراب نرم بهش بزن و صداشو قشنگ گوش کن. بذار ارتعاشش تموم شه، تو هم یه نفس بکش. بعدش نمیشه سی دو، یه دولا چنگ یه سفید، یعنی خیلی سریع باید بزنیم سی دو. دوباره نوشته سی دو، پس یکی دیگه هم میزنیم. برش نوشته سی لا. بزنیم تمام شه. برش نوشته دو سی. و در نهایت انتهای خط نوشته لا سول. اینکه چه میزان سکوت کنی و چه میزان صبر کنی وقتی که یه نوتو زدی، یه موتیفو زدی، سی دو مثلا زدی یا سی لا زدی و بعدیشو بزنی، به خلاقیت خودت بستگی داره. همین خط رو الان من یه بار با سرعت بالا اجرا میکنم، یعنی یه بار مودم، حس و حالم یه شکلیه که دوست دارم با سرعت بالا اجراش بکنم، یعنی اینجوری اجرا بکنم. دو سی دو سی دو سی لا دو سی لا سول. درسته، اینم درسته، درآمده، بازم دارم درآمد رو میزنم. هیچی از ماهیت و هویتش کم نمیکنه، فقط من با مودی که الان داشتم مثلا با سرعت بالا اجراش کردم، هیچ اتفاق بدی نیفتاد. یه زمانی یکی از دوست داره بزنه، مودش یه جوریه، دوست داره اینجوری آروم و لخت و باز و رها بزنه. اینم درسته، یعنی ببین اونی که با سرعت بالا زدم درست بود، اینم درسته، پس درست و غلطی اینجا فعلا وجود نداره. حالا بازم میتونی خلاقیتتو بیشتر درگیر بکنی و توی تعدادش و کم و زیادش بازم یه ذره دستکاری بکنی. مثلا اینجا توی خط اول، توی اونجا که نوشته سی دو سی دو، دو تا برات نوشته سی دو رو، میتونی سه تا بزنی، چهار تا بزنی، پنج تا بزنی. مثلا یه دو زدی شروع کردی، بعدش دی چند تا سی دو سی دو سی دو سی دو زدم، حس کردم که میکشه، جواب میده که بزنم. یعنی با خلاقیت خودت تصمیم میگیری که میتونم یکی دوتا دیگه بزنم، بزنم یعنی تاکید کنم روی این نوت دو. تاکید بکنم، حسم جواب میده که این کار رو انجام بدم، پس بکن. آزادی، میتونی روش ایمپرووایز کنی، اصطلاح هم بداهه نوازی کنی، بداهه بزنی. یه چارچوب کلی برای تعریف شده و تو طبق اون میتونی تو اون زمین بازی قشنگ گشت و گذار بکنی و ازش لذت ببری. قرار نیست چیزی به تحمیل بشه، قرار نیست چیزی به دیکته بشه. هر وقت احساس کردی داره چیزی به دیکته میشه،
قضیه برات خشک و کسل کننده میشه، ولی اینجوری تمام لذتش رو درک میکنی و با نهایت لذت میزنی. خب ادامه میدیم، میریم جلوتر. جمله دوم، خط دوم نوشته سل لا سی دو ره، نوشته چنگ 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 سفید، یعنی که میتونی یه خورده اینا رو سریع‌تر بزنین. قرار نیست بزنی سل لا سی دو ره، بهتره که بزنی سل لا سی دو ره. از سل میخوایم سر بخوریم بریم بالا به سمت ره. تو خط اول تمام دعا رو از سیم زرد داریم، ولی اینجا میتونی دست باز بزنی سل لا سی دو ره، حمله کن یه جورایی به سمت ره و بمون یه ذره روی ره، بذار تثبیت بشه و شنیده بشه. بعدش بزن دو سی ره دو، بعدش نوشته ره دو، تو اینجوری بزن ره از اینجا دو از اینجا، اصولش اینجوریه سی لا، دوباره نوشته دو سی، و در نهایت انتهای خط دوم دوباره داریم لا سول و یه سکوت، یعنی ایست تعلیقی مونه، وای میسیم روی سول یه ذره، حس انتظار هم ایجاد میکنه چون پایان بازه، تهش بسته نشده، شنونده منتظره که خب بقیهش چی؟ خب این حس انتظار جذابیت ایجاد میکنه برای شنونده. خط دوم یه بار میزنم، دیدی با سلیقه خودم میخورد لهجهش رو عوض کردم. یه نکته خیلی مهمی که باید حتما بدونی زمانی که داری قطعات بدون وزن میزنی، وانمود کن که همون لحظه داری خودت از خودت اینو درش میاری و وانمود کن که داری اینو بداهه میزنی، وانمود کن که این به دیکته نشده، به تحمیل نشده، حتی اون چارچوب کلیش، انگار که همون لحظه به ذهنت رسیده این جریان ملودی و تو در اون لحظه اینو خلق کردی و داری میزنیش. هر دفعه هم که میزنیش سعی کن یه شکلی بزنی که با دفعه قبلی فرق کنه، این خلاقیت تو خودت پرورش بده این شکلی. خب بریم سراغ خط سوم، جمله سوم نوشته سول سول لا لا سی سی دو دو ره می، یه بار دیگه میزنم سول سول لا لا سی سی دو دو ره می. حالا برای اینکه اون کاری که گفتم رو بتونیم بیشتر روش اعمال بکنیم، یعنی یه جوری وانمود کنی که خودت انگار داری بداهه میزنیش، میتونی اینو بسازی حتی، یعنی یه همچین کاری میتونی روش بکنی، بهش میگن اچلراندو، یعنی سریع کردن تدریجی سرعت، ترجمهش تو فارسی اینجوری میشه، اصطلاحات ایتالیاییه که تو موسیقی وجود داره اچلراندو، یعنی به آرامی و به آهستگی یواش یواش سرعتشو زیاد کن، اولش کند بعد یواش، فاصله نوتا رو هرچی میری جلوتر به همدیگه نزدیکتر کن، این باعث میشه که طبیعی تر صدا بده و یه جوری صدا بده که انگار از اون چیزاست که خودت داری همون لحظه میزنی، وقتی که این ماشین میزنی یه خورده تابلو میشه که یکی به تینو دیکته کرده، ولی وقتی که روون میزنی و اچلراندوش میکنی، یواش یواش سرعتشو میبری بالا، طبیعی صدا میده و انگار خودت داری به داه میزنی. رو می وای میسیم، میذاریم می شنیده بشه، و تو خط چهارم نوشته میره دوره 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 دو،
تعداد این دوره 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 دورهایی که خوندم اندازه این نوت بود؟ نمیدونم، چون که مهم نیست. چه میدونم 7-8 تا نوشته اینجا، تو 12 تا بزن، 13 تا بزن، تو 5 تا بزن، قرار نیست اون تعدادی که برای دوره 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 نوشته دقیقا همون تعدادو بزنی. پس حفظش نکن، یه کلیتی داره بهت میده، میگه بزن میره دوره 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 دوره، هر چند تا که دوست داری دوره 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 بزن و یه لحظه رو دو وایسا و برش بزن ره ره دو. این شکلی میخوام خلاقیت رو ذره ذره به خودت تزریق بکنی و تو وجودت نهادینش بکنی. خلاقیت این نیست که یه هو بزنی اینو بتره کنی هرچی دلت میخواد بزنی. خلاقیت اینش مهمه که بر اساس چارچوبی که بهت داده شده تو اون زمین بازی کارهای خلاقانه و جذاب بکنی. با محدودیتی که داری خلاقیتتو نشون بده. اگر راست میگی ببینیم چند مرد حلاجی. حالا اینو میتونی برعکس، میتونی اول سریع شروع کنی بعد آروم آروم تندش کنی. دا 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 دا، مثل این گردون ها که میچرخن. دا 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 دا. دو وایس نهایتش. الان مثلا این خروف کنم بیشتر از نوت زدم. دوره 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 دو، این شکلی بزن که طبیعی صدا بده. و ره ره دو می ره دو سی دو. آخرش ببین، یه می سفید، یه ره سفید، یه دو سفید و سی دو. حالا جریان این که بعضی نوت ها رو سفید، اگه میزان نما نداریم و خط میزان نداریم، چرا اومده از سفید و سیاه و چنگ و دولا چنگ استفاده کرده؟ به خاطر اینکه ابزار دیگه ای نداریم توی نگارش نغمه و نگارش ملودی و موسیقی، ابزار دیگه ای نداریم که باش بنویسیم. نهایتا مجبوریم به صورت نمادین توی ملودی هایی که ریتم هم ندارن به صورت حدودی از اینا استفاده بکنیم. سفید ما اینجا دو ضرب نیست، سفید ما یه نوت طولانیه، اینجوری میتونی تعریفش بکنی. دولا چنگ های ما به معنای یک چهارم ضرب نیستن، به معنای یه نوت کوچولو هن، یه نوت کوتاه که قرار سریع بچسبن به بعدی. نوت های سیاهی که تو این صفحه میبینی به معنای یه نوت سیاهی که یک ضرب برای ما تعریف شده نیست. این جالب نیست، جذابیت های موسیقی ایرانیه، همه قوانین رو شکسته. سیاه ما پس یک ضرب نیست، یه نوتیه که باید به نسبت بقیه ببینیم چه شکلی داره انجام میشه. مثلا یه خورده بیشتر از اون سفیده، یه خورده کمتر از اون چنگه، ارزش زمانی داره اینجا. حدودیه، همه چی حدودیه اینجا. هر وقت دولا چنگ دیدی چسبیده به این نوتی اونو سریع بزن. هر وقت دیدی سفید نوشته اونو صبر کن، باز و رها بزن. به صورت حدودی و کلی از سفید و سیاه و چنگ و دولا چنگ استفاده شده. یه بار از اول تا آخر درآمد رو میزنم. اگر تو دستت ریز زدن رو پیدا کردی تا اینجای کار، از اول جلسه اول این مجموعه تا الان با من همراه شدی و اومدی و الان ریز تو دستته، تمرینات روزانه رو انجام دادی، اونا خیلی میتونه بهت کمک بکنه. اصول بداهه نوازی هم مجموعهش رو اگه بخوای میتونی از همین الان دیگه شروع بکنی، الان وقتشه. اگه به این سطح رسیدی میتونی نوتایی که سفید هستن و روشون کشش داره با ریز بزنی دیگه، تک نزنی. من یه بار از اول تا آخر اجراش میکنم و نوتای سفید رو سعی میکنم با ریز بزنم اگه حسش اومد. خب شروع میکنم و از الان با تون خدافظی میکنم.